مرسی وقت گذاشتی. لطفاً شما. نگاه عدالت خواها به بچه های چپ نزدیکه؟ نه چپ رهبری زمان آیت الله خمینی، چپ اصلاح طلب؟ نه، منظورم چپ سوسیالیست ها، سوسیال دموکرات ها. ببین عدالت خواها از این جهت که آسیب شناسیشون از وضع کشور و نقد سرمایه‌داری و نقد سیاست‌هایی که توی 3-4 سال، توی 30-40 سال گذشته تو کشور پیاده شده، به شدت متأثر از ادبیات چپ هاست، یعنی بهره میبرن از ادبیات چپ ها تو نقد کلن رویکردهایی که تو کشور وجود داره و اینا. از این جهت چون ادبیاتشون و گرانیگاهشون در واقع تکیگاهشون هم خیلی نزدیک به بحث‌های مستضعفین و محرومین و عدالت اجتماعی و امثال هم، مجموعاً به گرایش چپ نزدیکن. این که تو جهانبینی و رویکرد و چیزای دیگه اختلافاتی وجود داره که حتما هست، زیادم هست، ولی این که بگی این حرفا بوی چپ میده، خیلی پررنگ و خیلی غلیظه بوی چپش. یعنی ادبیات عدالت خواها مجموعاً در آسیب شناسی و اینا خیلی نزدیکه به چپ، ولی که چپ نه نیست، تو موضوعات مختلفی بازشناسی جدی شده، چون اصلا اختزاعات فضای کشور، زیست، تجربه زیسته عدالت خواها، از عالمی که عدالت خواها اومدن اینا، با چپ ها خیلی فرق میکنه مجموعه، ولی که خیلی بوی چپ میده، یعنی خیلی نزدیک. از این جهت سوال غلطی نیست، سوال درستیه که عدالت خواها به چپ ها خیلی نزدیکن. چپ ها به معنی چپ که الان تو ایران که نداریم، کلا چپی وجود باقی نمونده، یعنی همه راستن در واقع، از اصولگرا و اصلاح طلب اینا همه راست محسوب میشن. چپی که حرف میزنن به معنی چپی که به دغدغه عدالت اجتماعی داره، یعنی دغدغه های سوسیالیستی داره در واقع، یعنی دغدغه های جامعه محور داره، خب به عدالت خواه نزدیک. البته که خب میدونی وقتی هم چپ حرف میزنیم معلوم نیست کیه چپ، کجاست الان تو دنیا، کدوم نسخه رو دقیقا حرف میزنیم، چون خیلی متکثره، خیلی زیاده و ایناست. از این جهت یه چیز روشنی وجود نداره، ولی اگه به صورت کلی بگی عدالت اجتماعی، دغدغه‌های جامعه محور، نقدای شما به همین سیاست‌های مثلا ارز 4200 از و ارز و چیزهای دیگه و اینا خیلی چپه. به این معنی میگم آره درسته، چپه. اگه بخوایم تفکر عدالت‌خواها رو نسبت به یک کشور بیرون از ایران، یعنی حالا تو اروپا، آفریقا، آمریکا، هر جای دنیا نزدیک بدونیم، کدوم کشور به نظر شما الگوی اون عدالت‌خواها رو داره پیاده می‌کنه؟ ببین این سوال از اساس ما رو به بیراهه میبره جواب بدم، اگر چون بعدن حاشیه داره. از این جهت که نگاه کن، ما تو ایران هی میخوایم، نمیدونم شاه میخواست ما رو آمریکا بسازه، میگفت من میخوام 5 تا قدرت چیز بسازم، بعدش از دهه 60 و 70 شروع شد، یکی میخواست ما رو هم ژاپن اسلامی کنه، یکی میخواست نمیدونم ما رو آلمان کنه، یکی میخواست یه بازه استراتژیک مثلا ما رو ترکیه کنن، گفتن مسیری که ترکیه رفت، الان یه بازه یه چیز جدیدی جلو پامون، اخیر که آقای رئیسی این سیاست‌های ارضی و اینا رو برده جلو، این چیزا ادبیات ساختن که ما قرار شیلی بشیم، شیلی بعد پینوشه، آقای جلیلی آقای رئیسی قرار پینوشه باشه، نمیشه هر روز یه چیز جدیدی قرار بشیم اسلامیش، فقط که مشکل هم شرعی هم نداشته باشه ظاهرا. و این چیز غلطی، اساسا هیچ کشوری مسیری که برای توسعه رفته، برای پیشرفت اینا، این با اون یکی متفاوته، یعنی کاملا اختزاع درونیات خودشه، برگرفته از فرهنگش و برگرفته از مسیری که اقتصادش طی کرده و برگرفته از... و اصلا دو تا کشور نمیتونه شکل هم بشه، کسی نمیتونه بگه مثلا من میخوام آلمان و الگو خودم، آلمان و فرانسه توی قاره کنار هم دو تا مسیر مختلف رفتن، یعنی شما یه فرانسه توسعه یافته داری و یه آلمان. ما چون عدم فهم داشتیم از توسعه و اینا، از اون موقعی که مثلا رضا خامی رفت ترکیه یه سفر می اومد، جو گرفته بود، شروع میکرد چادر کشیدن از سر مردم و فلان و پروسه، فکر میکرد مثلا ما هم از مسیر سکولاریسم و اینا میتونیم مثلا به توسعه برسیم، تا بعدش که ژاپن اسلامی و نمیدونم آلمان اسلامی و این چیزهای اسلامی مختلف ساخته شد، یعنی مسیرهای اشتباهی داریم میریم، یعنی اساسا نمیشه. ولی فکر میکنم اگر مثلا بگی عدالت خواها، بالاخره این حرفایی که تو نظام آموزش و درمان و بیمه و چیزای دیگه میزنن به کجا نزدیکه؟ شاید مثلا به اسکاندیناوی، مثلا به دانمارک، نروژ، فنلاند، اینا شاید مثلا حرفای اینا بخوره. بالاخره نظام مالیاتی که اینا در موردش حرف میزنن،
نظام آموزش، درمان، اینایی که حرف زدن به اونجاها شاید نزدیک باشه. ولی مثلا این ادبیاتی که من بگم مثلا ما می‌خوایم اینجا تو ایران میتونیم یه دانمارک بسازیم، میتونیم یه نور، اصلا موقعیتی که ما هستیم تو منطقه‌ای که ما هستیم به لحاظ تهدیدهای امنیتی، به لحاظ مسئله جنگ، به لحاظ تاریخی که طی کردیم، به لحاظ نفت، به لحاظ منابع انرژی که داریم، به لحاظ عقب افتادگی و محرومیتی که داریم، به لحاظ خوزستان و سیستان بلوچستان و ارومیه و مثلا خراسان شمالی و جنوبی که داریم، مسائل خودمونو داریم کلا، یعنی اقتضاعات اقلیم خودمونو داریم، مسائل محیط زیستی خودمونو داریم، اساسا ما ایران خودمونو داریم و اون چیزی که میخوایم بسازیم در واقع ایران عدالت‌خواه توسعه یافته ایناست و اون احتمالاً با همه نسخه‌های دیگه که تو همه جای دنیا هستن متفاوت هستن. این ادبیات غلطی که ما می‌خوایم مثلا یه ژاپن اسلامی بشیم، یه چی اسلامی بشیم اینا، ولی که شاید اینجوری یعنی سوال جواب داده باشم که پک بالاخره سیاستایی که اینا در موردش حرف میزنن، آموزش و درمان و بیمه و مالیات و چیزای دیگه، تهش به بالاخره اینا میخوره، یعنی به فنلاند و نروژ و دانمارک و به اینا، شاید به اسکاندیناوی میخوره، یعنی مدینه فاضله عدالت‌خواه آموزش درمان و اینا رو رایگان میخوان برای مردم. مثلا در مورد سیاست‌های دولت رفاه حرف میزنن، مثلا در مورد جلوگیری از خصوص شدن آموزش و درمان و اینا که اینا کالایی نشه حرف میزنن و اینا، حتما خب اون نظام آموزشی و درمانی که مثلا تو آمریکا هست و پیاده نخواهند کرد، حتما فنلاند و نروژ و فلان تهش مثلا نگاهشون شاید به اونا نزدیکتره، یعنی دارن در مورد یه ساختار این چنینی حرف میزنن. این نگاه فکر میکنی تضادش توی داخل ایران چیه؟ تضاد یعنی مهمتر موانعش تو داخل ایران چیه؟ آره. ما یه نگاه اسلامی هم داریم بهش دیگه. درسته. یه تضاد این وسط هست که به اینو به وجود آورد. ببین تو ایران ما چند تا مشکل اساسی داریم دیگه. یه سرمایه‌داری دولتی داریم که این سرمایه‌داری دولتی یه بخش جدی از منشأ فساد تو کشوره. یه بخش جدی خودش یکی از مهمترین موانع اصلاحات و ایناست. تولید نابرابری تو کشور داره رقم میزنه و دامن میزنه خودش در واقع. و یه بخش جدی یه سری ریشه های فکری هم وجود داره که اینو دامن زده و اینا. اون ریشه های فکری چیه؟ یه فهمی از تشیع، یه فهمی از فقه که داره توریزه میکنه در واقع بخشی از این فساد و نابرابری اینا رو، چون گره خورده به تقدس نظام و به این که هر کاری نظام کرده در واقع و میکنه یه تقدسی داره و اینا، دوباره شده یه بال موضوع. یه بال ماجرا هم خب یه فهم وارداتی از توسعه است که اون نسل اولیای جنگ رفته و جهاد سازندگی و اینا، توده گردیسی هایی که بعدن داشتن، اینا اومدن به فهمای جدیدی رسیدن، یه اتاق فکرهایی ساخته شد که یه مسیر کج و معوجی از توسعه و سرمایه داری اینا رو تو ایران پیاده کردن، از همون اواخر دهه 60 چک گرفتن، تو دهه 70 و اینا دیگه آخته اینا تو کشور پیاده کردن، بعدم دوباره تو تجدید نظر طلبی و تو شکل‌گیری اصلاح طلبی و اینا دوباره اومدن باز تولید شدن و شروع کردن همون مسیری که تو دوره آقای هاشمی داشتن میرفتن، دامن زدن و یه بخش جدی این فساد و نابرابری، اینا یه مثلثی ان اینا با هم، کم دیگر هم قیچی نمی‌کنن، تو جناهای مختلف بروز می‌کنن، ولی که تهش دارن یه پروژه رو جلو میبرن مکمل همین. آره، این فهم فقهیه، این فهم از اسلامه، این با اون فهم لیبرال از توسعه و اینا یه زل ماجرا، این و این ور سرمایه‌داری دولتی اینا دارن یه آشی رو با هم میپزن، همه با هم، هر کی داره یه چیزی تو این آش میریزه، در واقع تهش اون معجونی که میخوریم این وضع رو به وجود آوردن. واس خاطر این اینا مهمتر موانع، یه فهمی اینجا وجود داره، یه اینا بعد اینا بدنه دارن تو بدنه تکنوکرات کشور، بالاخره تو کلی چهره دارن، تو بدنه بوروکراسی کلی آدم دارن، اینا با اینا باید در واقع چالش کرد و ساخت و یه اتمسفر جدید و اینا. واسه خاطر اینا مهمتر موانع عدالت و مهمتر موانع در واقع ساختن یه جامعه عدالت خواه تو کشورن دیگه. اگر فکر کنیم همین امروز ببخشید من راحت میگم وحید اشتری و همفکرانش دولت رو تحویل بگیرن، اولین کاری که میکنن چیه؟ ببین یه بخش جدی تو کشور
فکر میکنم اختلاف عدالت‌خواه با بقیه بخش جدیش اساساً علم اقتصاد، یعنی شاید اینطوری مثلا ساده سازی شدهش باشه بگم، علم اولویت گذاری هاست دیگه. عدالت‌خواه یه بخش جدی دعوایی که دارن و بحثی که دارن صرف نظر از جزئیات راهبردها و اصلاح و تکنیک، جزئیات تکنیکی موضوعات که حالا مثلا هدفمندی ها چی جوری بعد اصلاح بشه بحثای دیگه، یه بخش اولویت گذاریه. یعنی عدالت‌خواه حتما مهمترین چالش های الان کشور رو مثلا نظام بانکی و نظام مالیاتی میدونن که یه کاملا ضد تولیده و کاملا داره در راستای تضعیف ارزش پول ملی و اینا کار میکنه و کاملا داره یه تن اقتصاد ایران رو میزنه زمین در واقع از این زاویه. واسه خاطر اینا رو اولویت اصلی میدونن، میگن اینا حوزه هاییه که 30-40 سال کسی برای جراحی هیچ وقت سراغشون نرفته. یعنی شما دولت های مختلف رو که ببینید، همون تا به معنی اینکه سر کار میان یه سری حرف در مورد یارانه ها اینا، یه سری حرفای تکراری دارن که داره قاچاق میشه، نم چی داره کشور خارج میشه، یارانه ها به هدف اصابت نمیکنه، یه سری طبقاتی بیشتر برخوردار میشن، یه سری طبقات اینا وسری شروع میکنه به سراغ آزادسازی و گرون کردن و گرون کردن زندگی مردم و اینا. این مسیری که آقای هاشمی رفته، نطقای آقای هاشمی توی نماز جمعه های مثلا شما همون سالهای اولیه ده هفتاد رو ببینید با نطقای آقای رئیسی تو گفتگوهای تلویزیونی هیچ فرقی نمیکنه. حتی دیالوگا تکراری، مردم یه ذره صبر کنن بعد از این جراحی انشالله خوب میشه، هی داریم جراحی میکنیم، هی داریم بنزین و قیمتشو گرون میکنیم، اونو واقعی تر میکنیم، هی یکی رو عددا رو واقعی تر میکنیم، هر سالم به سالم داره ارزش پول ملی تضعیف میشه. مردم هم میدونن، یعنی مردم میدونن شما 300 400 هزار تومان بهشون که میدی اصلا نیاز به حساب کتاب و معادله پیچیده هم نداریم، یا امسال به من 300 400 تومان میدی با همین تورمی که الان تو کشور تورم 40-50 درصدی، همین مقدار کالایی که الان میتونم بخرم، اگه الان همه چیزی که گرون کردی رو بتونم بخرم، کمی الانم نمیتونم بخرم با 300-400 هزار تومان، ولی اگر الان بتونم بخرم سال دیگه نصفشو میتونم بخرم، چون 50% تورم داری هر سال. و سیاست هم جوریه که آقای هم اینجا 45 هزار تومان میده تا 10-12 سال بعد اون 45 هزار تومان رو کسی بهش دست نمیزنه، تا دوره خودش که تموم میشه هیچی، دوره آقای روحانی هم تموم میشه 45 هزار تومانی 1000 تومانی روش نمیره. و این مردم میفهمن، میدونن که کلن تو این نقدی سازی یارانه ها اینا تهش قراره از جیب اینا یه چیز بره، سفرهشون کوچیک‌تر شده. عدالت خواه حتما از حوزه یارانه ها اینا اصلاحات تو کشور رو شروع نمیکنن، یعنی حتما نظام بانکی، نظام مالیاتی رو به شکل جدی تو اولویت قرار میدن. این سامانه جامع رفاهی کشور که تو دوره آقای میدر اینا داشت ساخته میشد و الان یه سال و نیم دیگه ظاهرا کار داشت، آقای رئیس اینا عجولانه شروع کردن که هیچ دیتایی اصلا وجود نداره، نمیدونی چند دهک جامعت اصلا چه وضعیت هم. همین دهک بندی ها این طنز شده، مردم کسایی که از یارانه محروم شدن، کسایی که و وضعیت هایی که دارن خیلی چیزای عجیب غریبیه و بدون داشتن این اطلاعات و دیتا اینا بازی با جون مردم به این سادگی یه دکمه رو زدن مرغ رو سه برابر کردن تو جامعه که شما هنوز نمیدونی اصلا چند دهکت میتونن مرغ بخرن، چند دهک نمیتونن، چند دهک چقدر نیاز به کمک دارن، چند دهک چقدر چه نیاز به چیه دیگه دارن. شما توی همچین شرایطی دست به همچین جراحی میزنی خیلی دل شیر داری، یعنی در واقع دل شیر نداریم، جون مریض خیلی باید بی ارزشه، چون میدونی یه بیماری ساده رو شما میری جراحی کنی، صد جور عکس برداری از جاهای مختلف، پزشک باید کاملا اشراف پیدا کنه به اون بیماری شما، حالا میخواد مثلا شما رو یا آنژیوگرافی کنه یا هر کار دیگه ای. اینجا اصلا نیاز به اشراف نداره پزشک، یه سال و نیم دیگه خودشون میگن سامانه وزارت رفاه برای ماجرا چیز نیاز داشته برای تکمیل، هم دیتا هاشون کامل نبوده، بعد اصلا اختلاف بوده بین وزارت اقتصاد و وزارت کشاورزی و نمی چیه، بعد دیگه زدن حالا گرون کردن دیگه، حالا تا بعد ببینیم چطور میشه. بعدش آقای رئیسی میاد یه گفتگو تلویزیونی میذاره میگه آقا به همه دهک ها یارانه رو بدید، این دهک هایی که هست شدن اشتباه بود، حالا به همه فعلا بدید، بعد حالا به همه میدن، بعد معلوم میشه حالا به عده اشتباه دادن، به عده زیاد دادن، یه کم یه عده اشتباهی هست شده، این حالا مردم هم دیگه یه دو ماه 6 ماه مثلا مرغ نخورن جای بر نخورن، مثلا سفره مردم مثلا اهمیت و ارزش این عدالت خواه با فهمی که دارن تو همین وضعیت اولویت اصلاحات و جراحی و اینا چیزایی که 30-40 سال تو کشور یه تیغ هم بهش نخورده. شما این موجودی هستی که مثلا فرض کن من مثلا مریضی دارم، یه آپانتیس دارم که مشکل داره، یه قلب بیمارم دارم، یه مغزم دارم که مشکل داره، جراحی داره نیاز دارم،
هر دولتی سر کار اومد سوسی شده یه تیر به این آپانتیس ما زده، همین اول شروع کرده یارانه ها رو هم اول. ولی این قلب منم بیمار 40 ساله نظام بانکی کشوره، این 40 سال اصلا که سمتش هم وجود نمیکنه بره، چون اینجا منافع یه سری طبقات و یه سری جریان‌های یک شوخی باشون به این سادگی نیست، ولی این ور شوخی باشون کار ساده. یعنی حالا یه 3-4 روز هم نهایتاً تو ایزه و نمیدونم ربات کردیم و اسلام شهر و ماه شهر و 4 جای دیگه هم شلو میگن یگان ویژو و اینا رو می‌ریزی و حالا نهایتاً 4-5 روز یه هفته جمع میشه میره. این ور جریانش به این سادگی نیست. شما تو نظام مالیاتی نظام بانکی اینا رفتن وقتی در مورد چند هزار میلیارد چی اینا صادر میشه کاری نمیتونی کنی. نهایت کاری که میکنی یه لیست منتشر میکنه وزارت اقتصاد، لیست بدهکاران بانکی. نمیخوام موضوع تخفیف بدم پایین بیارم ها، ولی خب این حوزه ها حوزه‌ای که هیچ کس سراغ جراحیش نمیره. ادارات خواه حتما اولویت بندیشون فرق میکنه با بقیه، یعنی حتما اولا تو اولویت بندی بحث دارن، ثانیا تو این مدل هدفمندی یارانه اینا که حالا مفصل حرف زده شده و این مدل جراحی و اینا خب بحث فراوونه دیگه که مثلا با این اساس اصلا این اسمش جراحیه، این اصلا اسمش اصلاحات گرون کردن این شما یه چیزی داری و گرون کردن زندگی مردم اصلش دیگه، یعنی بالا بردن قیمت حامله های انرژی بود هدف فندی یارانه بیشتر تا عنوان هدف فندی و اینا که اصلا سر لفظش بحث است که حالا اون دیگه بحث مفصلی میشه. این وعید اشتری وقتی که راحت در مورد آبان صحبت میکنه، راحت میگه 200-300 نفر کشته شدن، راحت میگه رئیسی با هاشمی هیچ فرقی نمیکنه، اگر این حرفا رو من نوعی مهرداد آلاتین بزنم به من میگن برانداز. چطور وعید اشتری راحت میتونه این حرفا رو بزنه و باهاش زیاد کاری ندارن؟ حالا در جریان هستیم، حکم براتون بریدن، احضارتون میکنن، دادسرا میرید. ببین وعید اشتری به لحاظ پیشینه و گذشته و اینا یکم متاسفانه این چیزا تو کشور ما موثره، یعنی شما خیلی حرفو که میزنی خیلی نگاه نمیکنن که ببینن اصلا اصل حرف چیه و اینا، اول میپرسن که کیه این داره این حرفا رو میزنه، از کدوم عالم اومده و گذشتهش چیه، چی کاره بوده، کجا بوده و اینا. شما اگه تو سوابق و گذشته و اینا سوابق یه بالاخره قیام مسلحانه یه چیزی نه خودت تو هفت جده آباد پشتت داشته باشی، یه توی جریان یه چیزی اینا یه شوخی نداره، مثلا یه فعال صنفی چپ که مثلا به روغن ماکارونی به سویا ماکارونی مثلا اعتراض میکنه کف دانشگاه، اعتراض صنفی، اینو نگاه میکنن که کیه، گرایشش چیه، چپه و چپ و فلانی، میره وصل میشه به قیامه مسلحانه مثلا در شهست و برخوردی که باهاش میشه حتما متاسفانه این هست. من این کارم نمیشه کرد، من واقعیت میگم این حتما با اون فرده که کف دانشگاه ممکنه خیلی اعتراض رادیکالی هم به فلان موضوع بکنه، حالا مثلا چه بدونم سر خصوصی بره بگه آقا کلش اصلا اصل و فرعش غلط بوده، این خصوصی اولویت کشور شده اصلا از اساس اشتباه بوده، ما به کلش نقد داریم، ولی خب چون بالاخره از دل مثلا تشکل بسیج دانشجویی رویده این ادبیات اینا حتما متفاوته با اون اعتراض، اینا برخوردن متفاوت، چیزای دیگه هم متفاوته، اصلا قابل این کار نمیست. من هم خیلی صادقانه و عجل شما بشنم بگم هست، یعنی یکم سابقه و گذشته و اینا موثر و مهمه. یه بخش دیگه ایش هم اینه که ببینید بالاخره اون نگاهه از بالا من خودم خیلی دوست دارم که اینجا بیفته، یعنی اصلا دوست ندارم دو پهلو باشم و اینا این حرف، خیلی روشن میگم که اصلا من میخوام کشورم ساخته بشه، ایران دغدغه نظام و انقلاب و اینا رو دوست دارم اصلاح بشه، فکر میکنم که اصلاح پذیر از داخل اینا و اینا رو از گفتنش خیلی صریح میگم، با اینا رو خیلی فحش میخورم، از بیرون میگن آقا اینا ساخته شده است و مصنوعیه و دستسازه و نمی حرفا فلان و چی و اینا، حس این حس وجود داره. خب ابا اینا اینکه بگم من خودمم فیلم نمیتونم بازی کنم، من خودمم از این جهت که دوست دارم کشور دوست دارم، اصلا وقتی یه مصاحبه یه چیزی ازم منعکس میشه تو رسانه‌های خارجی اصلا حالم بد میشه، یعنی میگم کاش میشد به جای اینکه من و تو صبح تا شب در مورد سیسمونی و من و اینا حرف بزنه، مثلا 23 بیاره منو بشونه بگه که آقا بیا به عنوان افشاگر موضوع بشین، فلان فردم بشینه بگه آقا ادعاتو بگو اونم جواب بده، اگه تهش اون محکوم شده از مردم است. من واقعا دلم میسوزه، یعنی من واقعا این که میبینم منبع خبر مثلا فلان موضوع فسادی که من میگم میشه 23 BBC واقعا دلم میسوزه، نه که ادا در بیارم، من واقعا مثلا مقیدم به اونایی که اناد رسمی دارن با کشور، یعنی دنبال تحریم دنبال فشار بیشتر رو مردم اینا، هیچ وقت مصاحبه نکنن، واسه خاطر هیچ وقت با وی او ای
با مثلا صدا آمریکا بابی میسی هیچ وقت مصاحبه نمیکنم، چون تو سخت این روزای فشار رو مردم تو اوایل دهه 90-91 که تحریم ها سنگین شروع شد و اینا، این که اینا همه کاری میکردن برای اینکه یه تیرم اینا فرو کنن تو قلب مردم هم میدیدن. و واسه خاطر اصلا گفتن این چیزا خیلی سریع هم ابایی نداره، میگم من اصلا تره خود نمیم، میدونم که صبح تا شب دارن منو اینا منعکس میکنن، چون اینجا فضای رسانه ها رو میبندن، خفه میکنن، میبندن صدا و سیما رو، بخشنامه میدن که اصلا هیچکی حق نداره در سیسمونی حرف بزنه، یعنی تو بخش‌های مختلف خبری و اینا که چه مجری حق نداره یه تیکه‌ای بنازه که یا حالا این موضوعی هم که مطرح شده مسئولی بیاد در مردم توضیح بده. این فضای خفقان بسته صدا سیما رو من می‌بینم و غصه می‌خورم که اونور منعکس می‌کنن، ولی خب چون از گفتن اینا با این ندارم، یعنی صراحت دارم تو گفتن این چیزا، حس می‌کنم یه ذره سیستمم اینو می‌فهمه، اون بیرونیان باهوشن می‌فهمن، یعنی اون برانداز و اون فلان و اینا هم هیچ وقت برام ریپورتاج نمیرن، اونا هم میگن که اینا سوپاپ اطمینانن، اون هم اینا تو داخل فن، چون میگن مسیر اینا تهش به براندازی اینا ختم نمیشه، این تخم مرغ تو سبد ما نمیذاره، چون اینا میخوان میگن که تو داخل میتونیم یه سری اصلاحاتی بکنیم، چون اینا تو داخل دارن میگن که ما بالاخره میتونیم کشور رو این نظام ظرفیت این که اصلاح بشه تو بخشی از حوزه ها داره، طرف عدالت ها تا اکترشون اینه تو داخل، اونور همچین تلقی این از ساختن همچین تلقی خوشش نمیاد، واسه خاطر خیلی تون و رادیکال نسبت به ما، یعنی کلا از این که صدای عدالت خواهی داره هی شنیده میشه تو داخل، درخته داره تنومند میشه، اونم خیلی بعدش میاد، واسه خاطر این مجموعه به خاطر این شاید یه ذره بیشتر نفس میکشیم. حالا به تعبیر شما بچه های عدالتخواه نوع نگاهشون به داخل اگر بخواد این قضایا درست بشه چیه؟ اصلاحات، رفرم یا کلن مسئولین رو باید عوض کنیم؟ ببین نکته اصلی اینه که اساسا این نگاهی که آدم ها برن بیان، یعنی تو وقتی بخش جدی از موضوع ایراد تو نظام حکمرانی ببینی و ساختاری ببینی، اینا اصلا قائل به این نمیشی که با رفت آمد آدم ها اینا تغییر بنیادین و محسوسی میتونه تو کشور رخ بده، نه که رفت آمد دولت ها، یعنی مثلا آقای روحانی بره آقای رئیسی بیاد، من قائل به اینم که مثلا آقای رئیسی هم بره، مثلا جمهوری اسلامی هم بره، رضا رو به پهلوی هم بیاد، این سیاست های این چنینی که له میکنه مردم و خصوصی سازی ها، آزاد سازی ها، اینا هیچ تفاوت خاصی نمیکنه، یعنی اونم همین دست فرمونو میره تو مجموعه سیاست های کلان، کما این که معتقدم که بالاخره، یعنی آسیب شناسی از انقلاب و اینا الان دارم میکنم، در واقع معتقدم رفتن شاه و مثلا جایگزین شدن شاه و دولت مرداش با یه سری دولت مرده مثلا که تبعید و شکنجه و فلان، که اینا هم تغییر بنیادین و محسوسی تو خیلی از سیاست های توسعه‌ای که چون حرف میزنن میگن مثلا سرمایه داریه وابسته که تو ایران وجود داشت و اینا 10-12 سال غیب شد صرفا بعد انقلاب، بعدش دوباره اومد خودش رو احیا کرد. یعنی من معتقدم مثلا آقای هاشمی و دیگران مثلا تو دهه 70 شروع کردن سیاست‌های مجموعه سیاست‌های توسعه اینا، تقریبا همون دست فرمون بود که شاه داشت میرفت، یعنی چیز خیلی ملموس محسوس مثلا تغییر بنیادینی به این معنا، نه که با رفت آمد دولت رئیسی و روحانی و اینا اتفاق نمیفته. یعنی شاه هم که از زمان هاشمی این سیاست ها وارد شد، یعنی زمان مهندس میر حسین موسوی نبود؟ نه، من معتقدم که تو دهه 60 خیلی از سیاست هایی که بالاخره شکل گرفت تو اوضاع زمین، مسکن، درمان، آموزش، اینا خیلی داشت عدالت خواهانه جلو میرفت، به این معنی که ما دوچاره تغییر ریلای جدی شدیم و یه کامبک کردیم به دوران سلطنت، در واقع تو دوره تو ریاست جمهوری آقای هاشمی و اینا بعد از امام، در واقع و تو خیلی از سیاست‌های توسعه و اینا همون مسیر رو رفتیم که اون موقع داشت می‌رفت و اینها. یعنی بالاخره شما این کتاب اقتصاد سیاسی آقای عمویی رو بخونید، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، اونجا بن تقریر من از موضوع اینه که یه محافلی شکل می‌گیره تو اواخر دهه 60 که میخوان یه سری سیاست های رو تو کشور جلو ببرن که اینا قدرت ندارن در واقع که جلو ببرن، بعدش با سرکار اومدن آقای هاشمی و اینا در واقع اینا توانه این که احیا بشن بالاخره و کل کشور و سیاست گذاری اینا رو دست بگیرن دارن پیدا میکنن، و یه تغییرات شگرفی رخ داد تو کل سیاست های زمین، مسکن،
درمان، آموزش، خصوص سازی یا چیزهای دیگه تو اواخر دولت آقای موسوی، هم سال آخر و اوایل دولت آقای هاشمی، و ما برگشتیم به نظام سلطنت در واقع تو خیلی از سیاست ها که الان هم تبعاتش داریم میبینیم، چه تو فسادش، چه تو ناکارآمدی، چه تو ناوری، که بس مفصل. از این زاویه دید و اینا من حسم اینه که در واقع، یعنی از این منظر که میبینیم و اینا، حسم اینه که اصلا ایرادا، آسیبا، مشکلات در حدی که واقعا با رفت آمد دولت ها، مجلس ها، اینا تغییر به این معنا نمی کنن. یعنی بیشتر از این که شما به من بگی که مثلا بعد رئیسی قالیباف بیاد، نم جهانگیری بیاد، کی بیاد، اینا مثلا اون کی بیاد، همتی بیاد، اینا من یه بازه واقعا فکر میکردم. این من شاید من که میگم مثلا به نوعی نسل اول عدالت خواها تلقیشون از فساد واقعا مثلا اون سال اول شکل گیری جریان عدالت خواهی این بود که آقا مسئولین کشور با فساد مقابله نمی کنن. مثلا این مسئولین به فساد بیتوجه هن، این مسئولین عوض چند یه دیگه بیان احتمالا با فساد برخورد میشه. مثلا آقای هاشمی چهارده موقع رئیس قوه قضاییه بود، ایشون با فساد برخورد نمی کنه، رئیس قوه قضاییه عوض بشه مشکل فساد تو کشور حل میشه. و دیزل جلوتر عدالت خواهی یه دهه بعد به یه آسیب شناسی یه ذره سیاست گذاری تو کشور پی بردن، کلی گلوگاه، شفافیت، نظارت مردمی، چیزهای دیگه که گفتن آقا منشأ فساد این چیزاست، اصلا فرق نمی کنه رئیس قوه قضاییه کی باشه، فرق نمی کنه رئیس دولت کی باشه، این سازوکار کشور وقتی شفاف نشه، این ساختارا، اینا، این فساد رو باز تولید میکنه در واقع و فساد رخ میده. اصلا آملی باشه یا هاشم شاردی باشه یا رئیسی باشه، اینا فساد تو کشور وجود داره و اومدن که ادبیات جدیدی ساختن در یه دهه بعد. حالا یه دهه بعدش که ما الان توش هستیم، یعنی دهه سوم، عدالت خواه دارن اون نظام حکمرانی حرف میزنن که این نظام حکمرانی تو کشور منشأ فساده، اون حوزه‌ای که تجمیع قدرته، اون حوزه‌ای که نقش مردم کم رنگ شده، اون حوزه‌ای که هم مردم توش حذف شدن، حوزه‌ای دیگه اینا، و این نظام حکمرانی باید اصلاح بشه. تا موقعی که این نظام حکمرانی تو کلان اصلاح نشه و شما دماش حرف نزنیم، اینا تغییر تو کشور رخ نمیده که فکر کنیم حالا مجلس امید رفت، مجلس نمیدونم جوانان مثلا گام دومی چی اصولگرا بیاد، مثلا ما دوچار تغییر. حالا این حرفای مثلا شما در مقام نفی آدمایید کلا، نه رفت آمد آدما مهمه، مهمه بالاخره کی میاد کی میره، سرعت اصلاحات و اینا کند و تند میشه با رفت آمد آدما، اینا رفت آمد آدما مهمه، اینجوری نیست که کلا آدما اصلا موضوعیت نشه. میخوام بگم که اصلا مشکلات توی سطحیه که این آدم ها خیلی از موضوعیت خارج هن، یعنی اینا خیلی که شما فکر کنی مثلا اینا خیلی موضوعیت دارن، این بره اون بیاد این جهنم تبدیل به بهشت میشه، اینا هم خواهم بگم تلقی درست نیست. فسادی که داری میگین، رئیس قوه قضاییه رهبر انتخاب میکنه، رئیس شورای امنیت ملی رو رهبر انتخاب میکنه، صدا سیمایی که بایکوت میکنه و ایدشتری یا افکار بشری که هم طیفاش هستن اینو رهبری انتخاب میکنه، نگاه رهبری فکر میکنه به این موضوع چطوره؟ به حرفای من کلن این که یعنی متوجه هست که این اتفاقات داره میفته، دولت ها میرن خیلی میان سخته اینو گفتن و این زنجیره به هم وصل، فساده هست، رانته هست. به طور مثال بارها شنیدیم یه وام کوچیکی یه نفر میخواد بره نمیتونه میلیاردی بدون ضامن وام، خیلی سخته اینو گفتن. من یه مثال میزنم شاید اینو بیشتر مثلا شما رو به این جواب سوالت راهنمون کنه. ببین میخوام بگم بالاخره تلقی اول انقلابی این بوده که آقا قوه قضاییه کشور رو اگر بدیم دست مجتهدین مشکلات کشور حل، مجتهدی که خود ساخته است با تقوا اینا بدیم دیگه فساد مثلا تو کشور رخ نمیده، این تلقی بوده دیگه. و ما تو قانون اساسی اینا اومدیم دادیم دست مجتهد، بعد میبینیم الان 40 سال بعد انقلاب حوزه‌ای که دربست در اختیار مجتهدین بوده، یعنی مثلا دولت نبوده که مردم رأی بدن، حالا یه دور به اصلاح طلبای دور به اصولگراها بگی آقا مثلا اینجا مشکل انتخاب مردم بوده، اونجا هم چی بود، یه حوزه‌ای کلا شما دربست در اختیار مجتهدین دادی، کلا در اختیار مجتهدینه، یعنی اصلا هیچ انتخاباتی هیچ چی نیست، هیچ چیزی که بگی لیبرال نفوذی غرب زده نم چی اومده توش هم نیست، کلا دست مجتهدینه، فاضلا به جمهوری اسلامیه، یعنی داغون ترین بخش، ناکارآمد ترین بخش، پر ترین مثلا بخش نارضایتی فساد، هر جوری حساب کنی
یکی از داغون ترین بخش های کشور اون حوزه که کلا دست مجتهدینه. حرفم اینه که میگم الان موقعی بازاندیشی هست دیگه که شما فکر کنی بگی آقا واقعا اون تلقی که داشتیم آدم علیه السلام بذاریم، آدم نماز شب خون بذاریم، آدم اینم جبهه رفته، جنگ رفته، شکنجه شده، ساواک دیده، چی چیده، نه فلان بذاریم این حل میشه دیگه، بسه دیگه، آقا دادیم نشد، الان 40 سال گذشته، حوزه های رو دربست دادیم، حوزه های این اصلا اینجوری نیست، ساختار میخواد، نظارت میخواد، نقش مردم باید تعریف شه، بعد الگوهای ادارش تو دنیا رو باید بریم ببینیم، ساختار قضایی برای اینکه مستقل باشه، فرمان پذیر نباشه، بتونه رسیدگی عادلانه بکنه، این تو دنیا چه جوریه، تو داخل چه جوریه، با بوم ما چه جوری میشه ساخت، با بوم یعنی مجموع موضوعات فکری، زمینه‌های فرهنگی، اینهای ما چه جوری باید بازطراحی بشه اینا، و ساختار سازی میخواد، نهاد سازی میخواد، اصلا این تلقی که اون بره این بیاد، مثلا آقای روحانی خیلی غرب زده اینا، اون بره آقای رئیسی بیاد دیگه مثلا بهشت میشه، اینا موعد بازاندیشی دیگه، و اون تلقی اول انقلابی که همین بود دیگه، هر حوزه ای رو بدیم زیر نظر ولایت فقیه، همین که بره زیل ولایت فقیه، یعنی از زیل دولت ها، مجلس ها، چیزهای دیگه که انتخابات هست، اشتباه رخ اینا در بیاد، بره زیر ولایت فقیه خوب میشه، گلستون میشه، و بدیم همه رو زیر نظر ولایت فقیه، حالا ولایت فقیه میخواد امام باشه، میخواد رهبرش، میخواد هر کس دیگه ای باشه، ولی فقیه عادل با تقوا، اینم چی ایناست، بدیم به اون مشکلات حله، بعد میریم توش میبینیم آقا مثلا یه صدا و سیمایی هست که کلن 40 سال دادیم توی وضعیتیه که دیگه هیچکی نگاش نمیکنه، یعنی نه که اونو اینو اینا، حزب الله یا بهش فوش میدن، غیر حزب الله یا فوش میدن، اون یکی ها بهش فوش میدن، برانداز ها فوش میدن، ضد انقلاب ها فوش میدن، اصولگرا ها فوش میدن، اصلاح طلب ها فوش میدن، هیچکی رو راضی نمیکنه. واسه خاطر اینکه میخوام بگم که بالاخره نهادسازی و ساختارسازی و مملکت داری و اینا فهممون حداقل یه 40 سال بعد و اینا باید یه قدم جلو اومده باشه، یعنی الان دیگه باید یه ذره از این حوزه خارج شده باشیم که حسن بره، حسین بیاد، تقی بره، نقی بیاد، اینا یه اتفاقی میفته، حالا تو هر ژانرش میگم ها، یعنی چه این وریش که مثلا اصولگراها تبلیغ میکنن که آقا اینا با چفی هن، جهادی هن، نماز شب خونن، اینا بیان درست میشه، چه اون برش که اونا تبلیغ میکنن اصلاح طلب و ادبیاتشون اینه، اینا کارشناس متخصص نیستن، بدید به ما متخصصیم، ما بیایم حل میشه، حالا مثلا شهرداری تهران به جای اینکه آقای مثلا شورای شهر کیو کیو مثلا آقای چمران و اینا باشن، بدید آقای مثلا نمیدونم سالاری و نمیدونم آقای مثلا مسجد جامع و کیو اینا، این حل میشه صرفا رفت آمد آدما، واسه خاطر اینکه یه قد زیادی میدونی از در مورد ساختاری که باید اصلاح بشه، کلانش که باید تبدیل به یه چیزی بشه که اصلا دیگه رفت آمد آدم ها اینقدر آدم ها بینقش بشن که تخلف تو سیستم اینقدر هزینش بره بالا که اصلا فرق نکنه کی پشت فرمون میشینه، به این سادگی نیست هر کاری خواستن با این ماشین و اینا کردن، الان چون اصلا ساختاری وجود نداره به معنی واقعی خیلی این شخص و فرد و اینا پررنگن، تو آسیب شناسی عدالت خواها آسیب شناسی فرد و شخص و اینا بخش جدیش عبور شده ازش، یعنی واقعا این تلقیه که بهشت میشه اون بره این بیاد یا بره این نیست، چون یه قدیب تاریخی میبینن موضوع رو، یعنی ریشه هاش تو 30-40 سال گذشته چی بوده، بالاخره مشکلی که الان ما تو مسکن داریم ریشهش چی بوده، از کجا شکل گرفته، مهمترین موانعش الان تو کشور چیه، و آیا شما میتونی سیاست‌های زمین و اینا رو اصلاح کنی بدون نظام، بدون اصلاحات جدی تو نظام بانکی و تو چیزای دیگه، و واقعا فکر میکنی مشکل کل موضوع اون آدمه است، این آدمه بره مثلا این وزیره که با چفیه میره میاد نماز اول وقت تو وزارت خونه مثلا اجباری کرده، اینا واقعا حل میکنه موضوع رو؟ خب میگم کلان این وقت همون موضوعات ولایت فقیه که میگی، یعنی واقعا این تلقیه که چون رهبری منصوب کنه مشکلات حله، یعنی مشکل این که بخشا اینه که رهبری منصوب نمیکنه، بدیم رهبری منصوب کنه، همین نهادهایی که الان زیر نظر رهبری منصوب حالشون خوبه، مجموعه بهره‌وریشون، کارآمدیشون، ایناشون واقعا قابل دفاع هن همه، و وضعیت فساد، اعداد و رقم ها، چیزهای دیگه، موضوعات مختلف توش حله، فقط مثلا اینه که دوتا بخش دیگر رو بدیم، اساسا ساختار بیت و این ساختار اداره بیت محور که کاملا اعتماد خودش به شدت خود بیت ساختار غیر شفافی داره، یعنی آدم ها، سمت ها، جایگاه ها اصلا معلوم نیست کی هن، چی جوری هن، چند سال یه بار عوض میشن، شاخص ها چیه و چیزهای دیگه، چون ساختار بیتی ساختار
سنتیه دیگه، یعنی خیلی با مفهوم مدرن و دولت مدرن و نهاد حکمرانی مدرن و اینا اساسا سازگار نیست. یعنی بحثایی که در اون شفافیت و انتخابات و رأی و مردم و اینا میکنیم، بخشای جدیش حرفای بالاخره حکمرانی مدرنه که با ساختار بیت که کلا کاملا این ساختار سنتیه اساسا تعارض داره کلا. بعد شما هی نهادهای اضافه تری بده، هی چاقش کن اونجا رو، نهاد اقتصادی، نهاد سیاست خارجی، نهاد فرهنگی، همه چی داره الان. مثلا تو 20 سال گذشته که نگاش کنی مثلا یه حجمی داشته که هی حجم شده و هی چاق شده، با حال بهره‌ور کارای نهاداش ایناش که خیلی قابل بحثه. لیکن خب میگم متأثر از همون ذهن اول انقلابی است دیگه، متأثر از همون ذهن است که فکر میکرد به این بدی همه چی حله، به آدم خوبه بدی همه چی حله. حالا قوه قضاییه رو به مشتهد میداد، مملکت و اینا رو بدیم به ولی فقیه فکر کنیم حل. نه بابا، حکمرانی ساختار میخواد، مردم، نقش مردم، جایگاه دیگه، و بدون اینا اساسا اتفاق نمیافته. شده عدالت‌خواهای حسابرسی از نهادهای زیر نظر بیت رهبری بکنن؟ ببین حسابرسی که به طور مثال بنیاد مستضعفان اجازه حسابرسی نمیده. آها، ببین عدالت‌خواها امکان حسابرسی به این معنا ندارن. خب امکان حسابرسی به این معنا عدالت‌خواها ندارن، چون اساسا قدرتی ندارن و ابزاری ندارن و انقدرم غیر شفاف و ایناست، مثل حوزه‌های دیگه نیست که شما بالاخره دسترسی‌هایی وجود داشته باشه و اینا که بتونی بالاخره سرکی بکشی. ولی به لحاظ رسانه‌ای این حوزه‌ها خیلی غیر شفاف هست، من میدونی این نهادها و اینا اساسا هیچی معلوم نیست، اصلا اموالشون چقدره، داراییشون چقدره، سازوکاراشون چیه و هیچ چیزی خیلیشون اصلا بدون اساسنامه اداره میشن، بدون قانون اداره میشن. یعنی اولویات و بدیهیاتی که بالاخره یه نهادی بیرون داره و شما میتونید اونش ورود کنی وجود نداره. ببین بالاخره وقتی مثلا ما در واقع املاک نجومی و چیزای دیگه، یه سرک کشیدنی تو کار شهرداریه دیگه، چون بالاخره مستنداتی وجود داره، سازمان بازرسی ورود میکنه، تمام اینکه این املاک و شهرداری به کیا داده. و آقای قالیباف تو دوره مسئولیتش مثلا یه تعاونی مسکنی وجود داره که شما اساسنامه داره، ساختار داره و نهاد نظارتی ورود میکنه و اینا. شما اگه بخوای بدونی که در مثلا 10 سال گذشته بنیاد مستضعفان به کیا ملک داده، چی جوری داده، مزایده‌هاشو چه جوری برگزار کرده، با چه قیمتی، لیست املاکی که تو مزایده فروخته چه، هیچ جا و هیچ دیتا و هیچ منبع و هیچ چیزی وجود نداره. هیچ نهاد نظارتی هم توش ورود نمیکنه و نمیتونه بکنه. نهادهای نظارتی هم که عمدتاً وجود دارن تو خود بیت، مثلا بازرسی بیت و چیزهای دیگه است که حالا فکر میکنم که خیلی مثلا به این معنا سامانه و سازوکار و دسترسی و اینا چیزی برای مردم که بتونن نظارت کنن، ورودی کنن، اینا وجود نداره. از این جهات که اساساً چیزی نیست که شما اصلا بتونید حسابرسی کنید. ولی اینکه بگیم مسئله بوده حسابرسی از اینا مطالبه شد و اینا، آره این سالیان سال تو سخنرانی ها و نطقهای مثلا جریان عدالت‌خواه در دیداره با رهبری جاهای دیگه مورد پرسش بوده. اینا تو همین چند روز پیش که دیدار اخیر ماه رمضان گذشته بود دوباره مورد سوال واقع شد و به شکل جدی دغدغه بوده و اینا، از این جهات و از این زاویه و اینا همیشه مسئله بوده. ولی کن تا اصلاحات ساختاری جدی صورت نگیره با این شکل سوال و مطالبه و اینا اتفاق نمیفته. از این جهت که ببین موضوع روشنه، شهرداری تهران باید روی سامانه باشه. من به عنوان یه شهروند تهرانی تا اینکه کدوم خبرنگار کارت مثلا تردد ترافیکی گرفته رو باید بتونم برم رو سامانه سرچ کنم ببینم کدوم رسانه ها کارت ترافیک دارن، شفافیت مثلا، و شفاف باشه موضوع اینا. حالا شهرداری تهران کم خدمت کرده یا زیاد خدمت کرده، شهرداری تهران خیلی نهاد بهره‌وری، به من ربطی کار نداره. من اجبارا میخوام بگم که دسترسی عمومی به اون بخشی که یه بخشی از اموال عمومیه و منابع عمومیه، این نهادیه که اساسا مال مردمه، باید وجود داشته باشه. تا موقعی که اینا به وجود نیاد اصلا تعریف و تمجید از این نهادها یا نقد این نهادها، شما بگی این وضعشون خیلی سیاه، خیلی خرابه، یا بگی خیلی مثبت، خیلی خوبن، نه اصلا موضوعیتی نداره. من تا موقعی که ابزاری بر ساعت سنجی نداشته باشم، یعنی من برم در دیدار با رهبری بگم که آقا وضع این نهادهای زیرمجموعه خیلی داغونه،
رهبریم بگه نه خیر آقا خیلی خوبه، شما هم بیا بر یه توری بذارم بازدید کن بگرد ببین چقدر خوبه. اینا اساسا موضوع بحثمون بلا موضوعه، از جهت اینکه من ابزاری ندارم که اثبات کنم که خیلی بده، شما ابزاری نداری که اثبات کنی خیلی خوبه. متر کنیم یا سنجش بزنیم. آره، بعدی ترینش اینه که همه اینا روی سامانه شفاف من بدونم مثلا ستاد اجرای فرمان امام چند تا کارمند داره، چند تا حقوق بگیر داره، فیشای حقوقیاشون رو بتونم ببینم، کف و سقف حقوقی که میده چقده، اموالی که واگذار میکنه چیه، تو کدوم حوزه ورود کرده، چه شرکتایی داره، صورتای مالیشون چیه، زیان دهن، سود دهن، نیستن. مثلا اینو تا بتونم بررسی کنم. اگه همچین چیزی وجود نداره، مطالبه اولی اینه که اساسا اینا باید شکل بگیره که مردم بتونن نظارت کنن، چون اموال مردم، مال مردم در واقع متعلق به مردم. و اینا تا موقعی که اینقدر غیر شفاف و اینا وجود داشته باشه و هیچ چی نداشته باشن و شما هیچ گزارشی از هیچ چیش وجود نداره که شما بتونی بخونی، بتونی نظارت کنی، بتونی رصد کنی، اینا خب مشخصه که اساسا یعنی صفر صفری تو موقعیت صفر. الان اصلا تو موضع این که شما خوبی یا بعدی، مثبتی یا منفی نیست، الان یعنی تو این موقعی که من اصلا نمیتونم رو تو رصدی کنم، نظارتی داشته باشم. اینا خب چند تا اسم میبرم، نظرت کوتاه در موردشون بگو. مهندس میر حسین موسوی. آقای موسوی دهه 60 کاملا یه چهره عدالت‌خواه و نزدیک به دغدغه‌های مردم تو حوزه‌های اقتصاد، اینا واقعی ترین آدمی که بالاخره یه ریل گذاری جدی داشت انجام میداد برای اصلاحات اساسی، بازگشت از اون سیاست‌های سلطنتی و اینا به نفع توده مردم. اینا آقای موسوی 88 به بعد بالاخره نازی‌آباد و اینا شروع شد دیگه، آقای کارگزاران و اینا بلعید رفت برج میلاد و در واقع یه سر جریان آقای بالاخره مرعشی و کرباسچی و اینا شدن، یه سر جریان چیز شد و سرمایه‌داری جدی، ادبیات و هویت و اینا هم فراموش شد، نقدا به احمدی نژاد و به کل کشور و اینا هم از همون زاویه بالاخره جریان راست ته ماجرا شد و نسبتی تقریبا با عدالت خواهی نداشت، به معنی جریان سیاسی رقیب در برابر احمدی نژاد که میتونست نمایندگی کنه بخشی از جامعه رو و بخشی از اصولگرا چی اصلاح طلب ها و کارگزار اینا که امکان اجماع روی گزینه نداشتن و امکان چیز نداشتن رو بهترین گزینه بود برای اینکه یارای رقابت با احمدی نژاد داشت بین گزینه‌های موجود و چون نزدیک بود به واسطه نوستالژی و خاطر و اینا به مردم، مهمترین گزینه بود که امکان اینکه یه بخشی از بدنه مردمی اجداد بکنن بود، چون آقای خاتمی و اینا این ظرفیت رو نداشتن که بتونن یه بخشی از طبقات پایین و اینا رو بکنن، بخاطر این انتخاب شد برای پروژه سیاسی در واقع. خیلی پروژه 88 به بعد و من عدالت خواهان نمیبینم، یعنی مسیری که به خصوص آقای موسوی طی کرد از مسجد نازی‌آباد تا سال همشای برج میلاد و اینا، بعد نمادا اون بیانیه اول که من نماینده مستضعفینم و اینا و بعد حرفا و بیانیه ها و نقدای بقی و اینا رو مسیر عدالت خواهانه ای طی نکرد، یعنی نمیبینم. واسه خاطر این نقدم خیلی تند و این از این زاویه است، خیلی بحثای بالاخره امنیتی و نمیدونم فتنه و اینجوری هم نمیبینم. در واقع آسیب شناسی این شکلی بیشتر و لطمه ای که ایشون به خودش زد اول از همه، یعنی به اون خاطره و به اون نوستالژی و به اون هویتی که میتونست احیا کنه مجدد، حالا چه تو 88 چه تو 92 چه تو بعد، به عنوان یه ظرفیت و یه دارایی یه کسی که میتونست هویت بسازه، چون میدونی عدالت خواها 84 سراغ آقای موسوی رفتن این که ایشونو بیارن تو انتخابات، یه بخشی شورای مرکزی عدالت خواها، بعد 88 هم جزو اولین تشکلایی بودن که دوباره با آقای موسوی جلسه گذاشتن و پیش ایشون رفتن و اینا. خیلی امیدوار بودن چون خیلی نقدای تند اختصاص سیاسی اینا هم به احمدی نژاد داشتن، خیلی امیدوار بودن که آقای موسوی میاد و بعد اینا یه آلترناتیو دارن تو انتخابات و یه هویت دارن اینا، ولی خب خیلی زود شکست عشقی خوردن اون بخشی از عدالت خواه که فکر میکردن با آقای موسوی میشه، چون دور بودن 20 ساله ایشون از فضای سیاسی و گرایشاتش کلا به فضای اصلاح طلبی و اینا یه هویت جدیدی ساخته بود، ضمن اینکه اساسا بلعیده شد ایشون دیگه، بالاخره همین آقای مثلا
بیژن زنگنه و اینا نمیدونم آقای آخوندی و همینا رفتن نمیدونم من اون قرعه کشی انتخابات که بیژن زنگنه مثلا نماینده ایشون بود رفت گویا ورداشت و اینا رو دیدم مثلا موقع یخ میکردیم گفتیم بیژن زنگنه آخو تو برو چرا رفتی به اینا داشتی بابا تو چی بودی اینا کیه مثلا نمیدونم آخوندی و بیژن زنگنه و اینا خب بالاخره بلیده شد دیگه مناظره هاش و اینا میرفتن مرعشی و سخنران چیز فائزه هاشمی شد سخنران اون برج میلاد و اینا و اصلا هیچ ته ته راست شد دیگه اصلا یه چیزی اومد که اصلا ته ته جناح راست بود یعنی اون افکار دغدغه‌های عدالت اجتماعی بعد کم کم تو حرفا هم کم رنگ شد اگه میدیدی تو نقدای سیاست خارجی سیاست داخلی اصلا یه چیز دیگه ای شد یهو انگاری که مثلا یه کارگزارانی نشسته رو صندلی و اینا من مناظره 88 مناظره مثلا آقای موسوی و آقای رضایی رو که میدیدم مثلا یه جاش خیلی بهم برخورد مثلا ما اون موقع منتقد بودیم سیاست اصل 44 الان هم منتقدیم یعنی کلن ضرورت شدنش تو کشور تفسیری که رهبری کرد متاسفانه و اینا فاجعه ایجاد کرده تو کشور کلی از بحران کارگری و اینا ریشه‌ش ما هم تفسیر سیاست اصل 44 ولی خب میرحسین به لحاظ این که شنیده بودیم تو مجمع تشخیص تو تصویر سیاست ها اینا نماد اعتراض بود و قبول نداشت و نقد میکرد اینا یه چیزی بود برام که این تو تمام این سالهایی که تو مجمع تشخیص تو اینا بود هنوز اون روحیه رو حفظ کرده بود با این مسیری که داشتیم تو اصل 44 خلاف قانون اساسی اینا تیم شد مخالف بود وقتی نشست جلوی آقای رضایی تو مناظره محسن رضایی برگشت از موضع بالا بهش گفتش که شما نگاهی خطرناکی دارید برای کشور اینا از جمله اینکه شما سیاست اصل 44 اینا رو قبول ندارید خب مثلا این به عنوان یه آدم عدالت‌خواه بعد به عنوان سند افتخار خودش میگفتش که بله که قبول ندارم مگه من آواره کردن کارگرا مگه این زمین زدن تولید تو کشور مگه این سفره غارت دور همی که راه انداختید به اسم اصل 44 اینا رو قبول دارم رو قبول ندارم باعث شدم با شما در اینجا مناظره کنم چه چیزی دارم که مثلا میگم قبول دارم این بنده خدا اصلا زربونش بند رفت زن منو میگه نه منم اینجوری نیست که قبول نداشته باشم منم البته یه بخشایشو اینایی رو یه چیزی تا خودشو جمع کنه و یه دو تا جمله در نقد بگیر یا آقا قبول نمیش مگه تو که قبول داری بخود دفاع کنی از آقای کن کارگران نه قبول نداشتنش که چیزی نیست که مثلا حالم بد میشد اینا رو میدونی یعنی این آدم چقدر میتونه از تو خالی بشه مثلا چیز دیگه ای بشه توی پروسه‌ای که از هویت خودش و از چیزی که بهش اعتقاد داره کوتاه بیاد به واسطه چی؟ به واسطه اینکه حالا موقعی که داره حرف میزنه تو ذهنش احتمالاً اینطوریه دیگه ستاد انتخاباتی میاد اونایی که پشتشن میاد اسپانسرهای مالی فلان همه اینا میاد یا نکنه اینجا یه حرفی در مورد اصل 44 زمان برگردیم ستاد اینو همه رفتن آقای مرعشی و نمیدونم زنگنه و فلان رفتن من گفتم اصلا یه چیزی هم نگم که خیلی اینا خیلی حال ما رو بد می‌کرد خلاصه آره و این دوگانه است دیگه ببخشید اما آقای موسوی گفتیم و خیلی مفصل گفتیم یادگار امام مثل همه یادگاری های دیگه تو دنیا چیز دیگه هویت و موویت و اینایی که وجود نداره یه جسمیه دیگه روحی که نیست یه نماده مثل که مثلا یه تسبیح مثلا امامو قاب میکنن میذارن اونجا مثلا یه تسبیح از یه مرد بزرگی رسیده چند نسل بعد متبرکش میکنن به عنوان یه سوگلی به عنوان یه ویترین اونجا اینا هست این هم همینه دیگه مثلا شما روح مثلا اعتراضی امام روح مطالبگر انتقادی عصیان علیه وضع موجود و اینایی داریشون میبینی یا مثلا به چیزی این چیزی از امام وجود نداره در واقع یه رابطه ژنتیکی خونی وجود داره تو همه نظام های دنیا هم بوده بعد اینکه سازوکارهای سلطنتی و اولیگارشیک شروع میکنه خوش باز تولید کردن در اینکه نظامی که اصلا اومده علیه ارزش های سلطنتی علیه اینکه کی نوه کی بوده فلان جایگاه اجتماعی رو پیدا میکرده کی نمیدونم پسر کی بوده اینا وقتی تو نظام شروع میکنه باز تولید شدن آقازاده بازی باز تولید میشه ارزش میشه اینکه کی پسر اونه اصلا رانت واردات داره امتیاز چی داره اینا خب اون نوه مثلا بنیانگذار اون نظام بودن هم خودش اصلا یه امتیازی دیم که همه آقازاده ها باید برن جلو بوق بزنن در بر من که دیگه مثلا چیز اصلی و اصلا از خاطر این هم یه دکور یه ویترین یه بودجه هم داده میشه اونجا شما هم برو مشغول باش
مثلا چیز و اینا، که حالا اگرم روحیه داری و اینا، که مثلا روحیه عصیان علیه وضع موجودی چیزی داری و اینا، این روی عدای امام رو در نیاری اینجا و اینا برای ما، اونجا مشغول بشه حالا آثار و دام تنظیم نشر آثار و اینا رو مدیریت کنه و اینا. و حالا چند وقت یه بارم توی چون هم مناسبه 14 خرداد چیزی یه سخنرانی یه گفتگو تلویزیونی چیزی هماهنگ می‌کنه بیارم، من خیلی سریع می‌بخشم نمی‌دونم قابل پخشی یا نه، من اینا رو چیز میدونم، من این دکون دسته که اینا میدونم، یعنی صرفا باقی مونده، یعنی صرف ادا و اطوار و اینا، چون بالاخره مردمم به لحاظ روحی و اینا نیاز دارن ها، مردمم مثلا پیرمرد پیرزنا که مثلا من مثلا مادرزوی خودم اینجوری بود، هنوز که هنوز صدای امام که پخش میشد، چون هم مشکل شنوایی داشت هم مشکل بینایی داشت هم چیزای دیگه، با گریه میگفت مثلا با ترکی میگفت آقا دو مثلا فلان، میگفتم آره به امام میگفت آقا، گوش میداد مثلا حال میکرد چشاش پر میشد این، حالا امام مثلا ممکنه بس سیاسی داشت میکرد که خیلی مثلا مادرزوی متوجه نمیشد، ولی خب مثلا اینجوری بود، مردم هم دوست دارن بالاخره یه فردی که لپاش مثلا گلیه نه موهای بور داره اینا، یه ذره شکل مثلا مذهب ما اینا هست، این بیاد چند خیبار تلویزیون، یه حس روحی رو هم برای مردم چیز میکنه. این چهاردهم که امام میارن تو تلویزیون و اینا، یه چند روزی امام تو تلویزیون و ایناست، این هم مثلا بیاد یه چند روزی کنه و اینا، خیلی میدونی مثلا آرمانی دغدغه مسیری که باید طی میشده، وعده هایی که داده شده به وضعی که وجود داره که نسبتی با اون وعده ها نداره، اینا که تو صحبت ها اینا نمیبینی که تو موازه ایشون چیزای دیگه، یه بخشی از یه جریان سیاسیه در واقع که اون جناح سیاسی هم یارگیری دوست داره بکنه، این مثل این یکی جناح سیاسی که مثلا برای اینکه وزن پیدا کنه بالاخره فرزند فلان شهید و فرزند فلان چیز آوردن تو لیست و اینا وزن دیگه، اینا مثلا تو همون انتخابات اول بعد از قاسم میرن مثلا دختر قاسم رو میذارن تو لیست، چون بالاخره بخشی از مخاطب به این چیزا رأی میده، مخاطبشون اونورم همینه، اونورم بیت امامو داشتن نمیدونم خانواده شهید نمیدونم باکری هم چی اینا رو داشتن، اونم براش آورده اجتماعی داره دیگه، اینم به خاطر اون بالاخره دنبال این پروژه است و اینا بازیه در واقع. سید محمد خاتمی، آقای خاتمی منصفانه اگر ببینیم خب بالاخره گشایش 76 به بعد که یه اتفاقات بزرگی تو سپهر سیاسی کشور ما رخ داده به لحاظ سیاسی، بالاخره یه رشدی مردم میکنن بعد از باز شدن فضا و اینا، مدیون ایشون و بالاخره فضای دوم خرداد و اینا هست، ولی که خب بالاخره از زاویه دیدی که ما به موضوعات میبینیم که اقتصاد سیاسیش پررنگه، عدالت اجتماعیش پررنگه و اینا، جزو جدیترین جریانات سیاسی تو کشوره که کاملا بیتوجه به مقوله های عدالت، مستضعفین، محرومین و اینا، چون هیچ وقت مسئله شون نبود، یعنی دغدغه طبقه متوسط او مسئله آزادی بود، آزادی اجتماعی بود و اینا پروژه شون این بود و کاملا بیگانه با دغدغه های ما از این زاویه. حالا اینا از نمیخوام الان دعوای تقدم عدالت و آزادی و اینا رو بکنم که کدومش هست، اینا میگم حتما با ارزش، مقوله آزادی اجتماعی، دغدغه اصلاحات سیاسی تو کشور اینا با ارزشه، فقط این مسیری بره جلو که باز تولید نابرابری و باز تولید بی‌عدالتی تو کشور رو بکنه، این خودش تبدیل به تهدید میشه تو کشور، کما اینکه کرد، یعنی بعد از یه بازه کرد و الان واسه خودشون از موضوعات اینا اینه دنبال میکنین مرتب صحبت ها و سخنرانی چون من میبینم مرتب، آسیب‌شناسی مخفول بودن مقوله عدالت و عدالت اجتماعی تو ادبیاتشون، تو گفتمانشون، تو کارنامه‌شون اینه و ساختن یه جریانات اصلاح طلب جدیدی که به عدالت فکر کنن و اینا که الان داره نسل جدید در واقع اینجوری ساخته میشه، اینا ناشی از همون آسیب‌شناسی است که حالا برادران طائب، برادران طائب آقای سوالایی نکن که ما اینجا میریم بیرون مشکل این صحبت دیگه در مورد آقای خاتمی، آقای موسوی اینا نیست که شکن. ببین آقای مهدی طائب که تو رسانه ها هست، ایشون ممانی منبری و اینا، خب آدم پیاده ایه به لحاظ سواد و سطح تحلیل و اینا، شما که گوش بدید نمیم اگر فرصت کردش دنبال کرد، چون من بالاخره از اتمسفر بسیج و فضای اینا هستم، یعنی تو اون عالم بودم، تو بالاخره نشستای مختلف بر نقطه ایشون مرتب دعوت میکنم، اون یک مرجع فکری و حالا هم عمار و انا رئیس قرارگاه عمار اینا هست، واقعا در حد مثلا یه امام جماعت مسجد معمولی تهران هم ایشون سواد نداره واقعا، و جایگاه اجتماعی و ضریبی که داره و تریبونی که بهش داده میشه اینا صرفا به واسطه فامیلیش و ارتباطش با برادرش و ایناست، شما همین سخنرانی که ایشون در دفاع از مثلا
موضوع سیسمونی آقای قالیباف میکنه که فایلش منتشر شده، سطح بحث انقدر چیپه که شما گوش بدی نه به اون یادن بیرونی، اونایی که تو پامن برن زبق این چیزی که تو رسانه آمده سپاه انصارن، یعنی تهز بلاییه دیگه اونا هم قانع نمیشن، یعنی سطح بحث ها، سطح سواد، سطح فهم، سطح ارتباط با مخاطب اینقدر پایینه که شما هی باید همه چیو بس کنی به حاج قاسم و سوریه و فلان و اینا که بتونی اینا رو قانع کنی که اینا هم قانع نمیشن. طرف درست میره بالا میگه آقا مثلا چی، من آدم سطح پایینیه واقعا به نظر من. بزرگترین خدمت به کشور اینه که اگر نهادی وجود داره، تریبونی، چیزی که پول میده حمایت میکنه، تریبون میده و اینا، برای اینکه یه قدر رشد فکری صورت بگیره حداقل تو بین بچه حزب الله یا اینا، اینا پاهاشون بریده بشه از محافل و سخنرانی، یعنی بودجه های اینا قطع بشه، تریبونایی که به اینا داده میشه، اینا آدم چیزیه، آدم در پس پرده و چی، در آدم چون تو تریبون افکار عمومی و اینا هست واقعا، اصلا به لحاظ سواد و سطح فهم و سطح تحلیل و تعمیقه، یعنی شما اگه به فکر آینده هم باشی، به فکر رشد مخاطب و اینا هم باشی، نباید بذاری مثلا تو سطحی ارتباط برقرار کنی مخاطبی سخنوری باهاش که اساسا شما هرچی گوش میدی بگی مثلا یه فهم جدیدی رو، یه جهانبینی جدیدی رو، یه افقی رو باز میکنه برای اینا، چون مثلا شما الان بعد 40-50 سال مثلا سخنرانی ها متحری رو گوش میدی، اون موقع تو مسجد هدایت برای 50 سال پیش، نیم قرن الان گذشته، شما گوش میدی هنوز فکر میکنی وارد دنیای جدید میشی، ولی خب جای اون متحری و طالقانی و جای اینا مفتح و مثلا شریعتی و اینا، الان شما کسی رو داری به عنوان ایدئولوگ تر میکنی که همین الان که 5 دقیقه از سخنش گذشته گوش میدی، اصلا ساعت پیاده بودن، ساعت مرخص بودن، ساعت داغون بودن اطلاعاتی که میده، بعد از فرداش 10 تا سوتی، بعد خودش پس فرداش بعد دوره فایل بده عذرخواهی کنه از سه جای محوری مهمش، بعد سوتی موضوع سفر سوریهش در اینجا دیگه، واسه میخوام میگم بزرگترین خدمت به چیز اینه که اینا رو جمع کنی از عرصه سیاسی. این آقای مهدی طاهر، اون آقای طاهر رئیس اطلاعات سپاه، چون میدونی در پس پرده ما ندیدیم، نمیدونیم، برآوردی نداریم از سخنرانی، از سطح فهم، سطح تحلیل، سطح چیز دیگه، ولی از سطح کارنامه و عمل کرد که میبینیم از مجموع اولویت گذاری و مسائل و اینا، خب خیلی منفی و داغونه، یعنی برآورد من، نگاه من و اینا اینه که یه وضعیت فشل و داغونی رو شاهدیم تو اولویت گذاری ها، تو مسائل، مثلا تو پروژه های سیاسی، ورود به مسائل سیاسی، انتخاباتی، چیزای دیگه، انتخاب کردن آدم ها، بالاخره همین آقای قالیباف که مثلا ما انقدر نقد میکنیم و حرف میزنیم اینا، اون تحلیل ما بود، بعدن شنیدیم تو همون فایل صوتیه که درس کرد و اینا، که مثل که فقط تحلیل ما نیست، حرف اونا هم هست که آقای قالیباف مثلا حیات سیاسیش این همه سال با این همه پرونده فساد و اینا وابسته به همین خاطر ارتباطش پشتوانش همین آقای طائب مثلا. خب شما اینا رو که میبینی میگی آقا اساسا شما اگه اولیات عقل سیاسی داشته باشی، کنه سیاسی اصلا اسلام، انقلاب، معنویت، اخلاق، عدالت، اینو بذار کنار، عقل سیاسی کاملا سیاسی محاسبه‌گر برای پیروزی دیگه، روی خر مرده که شرط نمیبندی که 20 سال 25 سال خرج فردی کنی که مثلا تو شرط بندی میگی آقا این اصلا امکان حسب مسابقه نیست، اصلا این نداره، مثلا پیروز شدن تو این اصلا چیز نشده، تو ظرفیت وجودیش نیست، بابا این ولش کن، شما 20 سال پول سپاه و رسانه ها و بیت المال و خرج این کنی، حیثیت و آبرو اینا که هر جا هم رفته، هر سمتی هم گرفته، چندین فسادهای عجیب غریب تو زیر مجموعش بیرون زده، بعدم که اساسا امکان رقابت نداره، امکان مسابقه نه اینا، میگم حس میکنی که این سیستم گره عقل سیاسی خیلی نداره و اینجوریه، از خاطر این مجموعه برآیند و کارنامه و اینا رو خیلی مثبت نمی‌بینم من به عنوان یک کنشگر سیاسی، ان شاءالله این تبدیل به پرونده برام نشه، ولی خب من از بیرون می‌بینم، چون ممکنه از تحلیل من از بیرون درست نباشه، ولی چون این چیزا چون وجه بیرونی چیزی ندارن که شما بگی آقا من 10 تا سخنرانیشو دنبال کردم تحلیل کردم، من وقتی مثلا در مورد مثلا آقای مهدی طاهر شما میگم، شما مثلا سخنرانیشو گوش میدی، حس این که اساسا یه حرفی داره، آدم اهل فکری اینا، به دست میبینیم یا چقدر آدم مرخصی، اصلا کیا میشینن پای منبر اینا، ولی خب اون بچه هم خروجی و بروندادی به این معنی نداره، همش ما از بیرون تحلیل میکنیم، از بیرونش هم این شکلیه دیگه، خیلی مثبت نیست. مرسی آقای اشتری، وقت گذاشتید.